دنبال کار کنیم. عنصر X دارای دو ایزوتوپ XA 17 و XA به علاوه 2 17 اگر تعداد نوترون های X یک بار منفی A با تعداد الکترون های آن برابر باشه. من X یک بار منفی نوشتم، گفتم الکترون برابر با نوترونه، گفته جرم اتمی میانگین عنصر X 35 و 75 صدم باشد فراوانی ایزوتوپ سبکتر رو بیاد. خب وقتی میگه فراوانی ایزوتوپ سبکتر، فرمول تستی که بهتون دادم چی بود؟ گفتم M، اون فرمول تستی که فراوانی ایزوتوپ سبکتر توش بود، M مساویه با جرم سنگین‌تر متر فراوانی سبکتر فراوانی کس در اختلاف جرم. آفرین، اختلاف جرم. پس ببینید شما دنبال چیا میگردید؟ مجهولتون اینه، درسته؟ پس بقیه باید معلوم باشن. امتون معلومه، ببینید جرم اتم میانگین رو بهتون داده، مجهولم هم اینه. پس من یه فراوانی کل میخوام که 100 میذارم، یه اختلاف جرم میخوام که این آ و آی به علاوه 2 اختلاف جرمم چند در میاد؟ 2 در میاد. و یه جرم سنگین تر، من اینو ندارم، من باید اول اینو پیداش کنم، درسته؟ پس ببینید فقط این فراوانی سبکتون باید مجهول بمونه. خب این جرم سنگین تر چجوری در میارم؟ از این داده استفاده میکنم.